سلام به شما که دوستتان داریم بی قید شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد عضو مهم معده صحبت بکنم و مشکلات معده که افراد سالهای سال باهاش درگیرن، مثل ریفلکس اسید، مثل میکروب معده، مثل بوی بد دهان که از معده هست، مثل زخم معده و سوء هاضمه و مشکلاتی از این قبیل. پس با ما همراه باشید، ویدیو بسیار جالب خواهد بود برای شما. عزیزان، داروی معده در دهان ساخته میشه و عزیزانی که با حوصله غذا میخورن، غذا رو خوب میجوند، موقع غذا استرس ندارن، موقع غذا روحیه آرامی دارن، این خیلی کمک میکنه به در واقع هضم بهتر غذا و کمک میکنه به معده. در واقع غذا بایستی در دهان به خوبی جویده بشه و بهتره که در واقع به تعداد دندونهامون هر لقمه غذا رو ما بجویم. جویدن غذا فواید بسیاری داره و آنزیم های بسیار زیادی در دهان ساخته میشه، حتی در واقع آنتیبیوتیک هایی ساخته میشه که وقتی ما خوب میجویم اینها وارد بزاق میشن و میکروب زدائی میکنن و کمک میکنن به هضم بهتر. پس زمانی که غذا میخوایم بخوریم بایستی با آرامش غذا بخوریم. اکثر کسانی که با استرس غذا میخورن دچار مشکلات معده میشن. پس مورد اول، آرام غذا خوردن و خوب جویدن و عجله نداشتن. مورد دوم، همراه غذا آب نخوردن، خصوصا آب سرد نخوردن. آب خوردن هین غذا به شدت باعث رقیق شدن شیره گوارشی و ضعف معده میشه و سردی معده اصطلاحا ایجاد میشه. مورد سوم که معده رو اذیت میکنه و بیماری های متعددی برای معده ایجاد میکنه، استفاده از غذاهای خیلی داغ هست. بعضی ها عادت دارن به چای داغ خوردن. ببینید، وقتی که شما میخواین دماسنج مناسبی داشته باشید برای اینکه چه میزان دمایی رو معده تحمل میکنه، لبهای شما ملاکه و نوک انگشتان دست. اگه نوک انگشتان دست و لبها تحمل اون دما رو داشتن، دما ایداله. بنابراین نه خیلی داغ باید باشه، وقتی غذای داغ میخوریم آسیب میزنه به معده، و نه خیلی یخ. وقتی که آب یخ هم میخوریم، این هم یه آثار منفی در معده ایجاد میکنه که حالا بهش خواهیم پرداخت. عامل بعدی که باعث میشه مشکلات گوارشی به وجود بیاد، سوء هاضمه به وجود بیاد، نفخ به وجود بیاد و مشکلات متعددی برای بدن ایجاد بشه، بحث مصرف بی‌رویه بعضی از غذاها هست. کسانی که خیلی علاقه زیادی دارن به خوردن چای، غذاهای اسیدی. چای از آن در پی اچ معده رو به هم میزنه. خیلی از کسانی که مشکل معده دارن به تجربه اش رسیدن، میگن وقتی ما چای میخوریم دچار مشکلات معده میشیم، اذیت میکنه ما رو. حالا من بهتون میگم چه دمنوش هایی بخورید که برای معده مفید باشه. درمان ها رو در ادامه کاملا خواهم گفت. کسانی که به معدهشون استراحت کافی نمیدن، اینها دچار مشکل میشن، دچار سوء هاضمه میشن، دچار نفخ میشن. استراحت کافی یعنی چی؟ یعنی غذا باید وارد معده بشه، معده فرصت کنه کاملا هضم بکنه و غذا رو عبور بده، و بعد که از معده خارج شد، شما غذای بعدی رو میتونید مصرف بکنید. کسانی که ریزخواری دارن و دائم در حال غذا خوردن هستن، اینها اجازه نمیدن معدهشون استراحت بکنه و ترمیم بشه و سیستم ترمیم رو در واقع فعال بکنن. علت بعدی مشکلات معده، ریفلکس و زخم معده و مشکلاتی که باعث سوء هاضمه میشه، بحث استفاده از غذاهای اسیدی زیاد هست، مثل لبنیات. کسانی که لبنیات زیاد مصرف میکنن، اینها بدونن که هم در واقع پی اچ معده رو به هم میزنن و خیلی وقتا دچار نفخ میشن، دچار مشکلاتی میشن، آروغ ترش میزنن. و اگر میخوان مصرف بکنید، بایستی لبنیات رو طبق اصولی، لبنیات سالم باشه و در واقع با مصلحش خورده بشه، یعنی اون تعادل گرمی سردیش رعایت بشه. اگه یادتون باشه قدیم مثلا ماست رو با ماست چکیده رو با موسیر یا با کاکوتی یا با یک گیاهی می‌خوردن که در واقع این مصلحش هست و گرمش میکنه به لحاظ مزاجی. در واقع این باعث میشه که معده خیلی اذیت نشه. مسئله بعد که خیلی خیلی حیاتی هست برای معده، بحث استرس هست و کسانی که استرس های طولانی دارن، اینها در طی روز اسید دائم ترشح میکنن و حدوداً یه چیز بین 4 تا 6 لیتر اسید اضافی در معدهشون ترشح میشه.
اسیدی که نمیشه جمعش کرد، نمیشه کنترلش کرد. معده همیشه در حال ترشح اسید هست و این اسید اضافی وارد از معده وارد روده میشه، جذب میشه، رو مفصل اثر میذاره، باعث مشکلات آرتروز میشه، باعث کمردرد میشه، باعث سردردهای میگرنی میشه، باعث تغییر پیش در کل بدن میشه و باعث بیماری های حتی چشمی میشه، بیماری های قلبی رو به همراه داره. چرا؟ به خاطر اینکه اسیدی که داره ترشح میشه تنظیم بدن رو به هم میریزه. بنابراین ما در مورد عضوی صحبت میکنیم که این عضو عملکردش روی تمام اعضا و جوارح ما مؤثره و اگر بیش از اندازه اسید ترشح بکنه، خیلی ها دچار مشکلات مفصلی میشن، دچار مشکلات متعددی میشن که آرتروز، روماتیسم، بیماری های حتی بیماری های پوستی و جلدی. این اسید اضافی که ترشح میشه به کبد فشار میاره، مشکلات کبدی ایجاد میکنه. این اسید اضافی در واقع تمام خون، سیستم خونی رو تحت تأثیر خودش قرار میده و بدن باید برای به تعادل رسوندن اون زحمات زیادی بکشه که این pH رو حفظ بکنه. pH بدن همیشه توی یک رنج متعادلی هست و بدن تلاش میکنه و فعل و انفعالات و واکنش های شیمیایی زیادی رو انجام میده برای حفظ این pH. و وقتی ما اسید زیاد ترشح بکنیم، در واقع فشار داریم میاریم به این سیستم تعادل بدن. عزیزان، شماهایی که بیماری هایی در معدتون دارید که سالهای سال درگیرش هستید و احساس ناراحتی دارید، احساس سوء هاضمه دارید، احساس سنگینی سر دل دارید، احساس ترش کردن دارید و حس خوبی ندارید بعد از غذا خوردن، این نکاتی که میگم نه تنها معده رو تنظیم میکنه بلکه کمک میکنه به صحت و سلامت کل بدن و این نتیجه تجربیات ما هست. من نسخه های متعددی میدم که تنوع داشته باشین و شما قدرت انتخاب داشته باشین و بتونید یکی از اینها رو بسته به شرایط محیطیتون انتخاب بکنید و اجرا بکنید. و پس بنابراین نسخه های معده ما معمولا عمومی هست و توصیه های پیشگیرانه و یک سری آداب هست و یک سری هم داروهای گیاهی بسیار ساده و بدون هیچ عارضه‌ای که خدمت شما خواهم گفت. بریم سراغ درمان. اولین راه درمان برای مشکلات معده، چه اسید معده، چه زخم معده، چه میکروب معده، بحث پرهیزه. من همیشه پرهیز میدم و استراحت. یه رژیم دارم، رژیم 3 روزه هست. این رژیم 3 روزه عزیزان، کسانی که میکروب معده دارن، هلیکوباکتر دارن، ریفلکس دارن، سالهای سال درگیر این مسائل معده هستن، این رژیم رو انجام بدین. روز اول معده رو تخلیه بکنید با مسهل‌ها، با یک ماده که روده ها رو تخلیه بکنه، مثل روغن کرچک، مثل گل محمدی و برگ سنا که ترکیب بکنید، بجوشونید، روده ها تخلیه میشه. دوبار دم کنید. مثل فلوس، یک گیاهی هست، لوله شکل شبیه روده هم هست، اتفاقا نیم کوب میکنن میجوشونن، مثل خاکشیر و ترنجبین، یک ماده ای که روده هاتون تخلیه بشه. دوبار اینو میل میکنید، روده ها که تخلیه شد، بعد شروع میکنید این رژیم رو انجام دادن. یعنی روز اولی که شروع میکنید به رژیم، صبح در واقع این مسهل رو میخورید، روده ها تخلیه میشه، بعد از اون هم دوباره میخورید، بینش هیچ ماده غذایی مصرف نمی کنید به جز یک چیز: آب، عسل و لیمو ترش تازه. یه لیوان آب، یه قاشق عسل، یک قاشق هم آب لیمو ترش تازه. این نسبتش هست. در طی روز 10 لیوان، 8 لیوان، هر چقدر خواستید میتونید مصرف بکنید، آرام آرام میل بکنید و غذاتون میشه شربت عسل. گشنه شدید، شربت عسل، همین شربت عسلی که میگم، به علاوه سیب و یه دمنوش. یه دمنوش هم میتونید استفاده بفرمایید، یه دمنوش، یه جوشانده نعنا. نعنا همه جا هست، نعنا رو بجوشانید و شیرین کنندش هم در واقع خرما باشه، با خرما میل بفرمایید. یعنی 3 ماده غذایی رو شما مصرف میکنید به مدت 3 شبانه روز. عزیزان، این نسخه که خدمت شما میگم بیش از 1000 نفر بنده تست کردم و تمام افراد باورشون نمیشده میکروب معده‌ای که هلیکوباکتری که اینها سالها درگیرش بودن با این نسخه خوب میشه. چرا؟ چون اصل آنتی باکتریاله و وقتی که معده خالی هست، میکروب ها میان برای دریافت مواد غذایی هیچی نیست بخورن به جز اصل. اصل هم به جدار معده در واقع آغشته میشه و عسل تنها چیزیه که اون میکروب ها رو از بین میبره. عسل طبیعی باشه بهتره. حالا رو عسل هم خیلی سخت نگیرید، بعضیا خیلی سخت میگیرن. عسل صنعتی نباشد. حالا در مورد عسل هم سرکار خانم فرشته اسفیدانی روش تشخیص عسل طبیعی و اینها رو گفتن، میتونید به چنل ایشون مراجعه بکنید و ببینید.
و ولی سخت نگیرید، عسل رو استفاده بفرمایید به همراه سیب، به همراه جوشانده نعنا. این ترکیب خالی بودن معده خیلی مهمه، 3 شبانه روز شما تحمل کنید. اگر معدتون خیلی مشکل نداره 2 تا، اگر کمتر 1 شبانه روز این نسخه رو انجام بدید، بخش زیادی از این مشکل ها حل میشه، ریفلکس معدتون خوب میشه. عزیزانی که میکروب معده دارن، ما در آزمایشگاه گیاه شیرین بیان، ریشه شیرین بیان رو جوشوندیم، استفاده کردیم روی میکروب هلیکوباکتر و اثر خیلی جالبی دیدیم که این میکروب به شدت در واقع از بین میرفت در مقابل عصاره شیرین بیان. شیرین بیان داروی بسیار خوبی برای میکروب معده هست و شما میتونید در طی اون رژیم 3 روزه، اگر مشکل میکروب معده حادی دارید، این 3 روز و تا 5 روز هم میتونید ادامه بدید. روز 2 بار هم جوشونده شیرین بیان مصرف کنید و بعد از این 5 روز به مدت 2 هفته فراورده های حیوانی مصرف نفرمایید، نه گوشتی نه لبنی، و غذاهای گیاهی استفاده بفرمایید. و قند و شکر غذای مناسبی هست که برای میکروب ها استفاده میشه و توصیه میکنیم در طی دوران درمانتون از قند و شکر سفید و صنعتی و شیرینیجات استفاده نفرمایید، شیرین کننده تون فقط عسل باشه. عزیزان، قصد ندارم بهتون استرس بدم، ولی اگر میکروب معده بیش از حد بشه و این میکروب معده میتونه آروم آروم در جداره معده ایجاد زخم بکنه و فرد دچار سوزش های نقطه‌ای در معده میشه که احساس میکنه از یه سکه یک جای معدهش میسوزه، که این یک نشانه ای از میتونه زخم معده باشه و یا شروعش باشه. اینو شما مد نظر داشته باشید. این رژیم 3 روزه و بعدش 2 هفته فرآورده حیوانی نخوردن، اینو انجام بدید. فقط برای ترمیم زخم اینجا بارهنگ رو ما توصیه میکنیم، یه قاشق بارهنگ در یه لیوان عرق نعنا بجوشونید، جوشوندش رو بذارید ولرم بشه، یکم عسل حل بکنید، صبح، ظهر، شب از این استفاده بفرمایید. بارهنگ حالت ژله‌ای داره و به همراه عسل کمک میکنه به ترمیم زخم‌های داخلی معده. بنابراین اگر زخم معده دارید، این نسخه مجرب هست، ساده هست، ارزان هست و بدون هیچ عارضه‌ای. عزیزان، این نکته رو من تأکید میکنم، اگر میخواین معده سالمی داشته باشید، تا گرسنه نشدید، گرسنگی واقعی سراغتون نیامده، سراغ غذا نرید. از گرسنگی لذت ببرید، چون وقتی شما گرسنه هستید سیستم اتوفاژی در بدن فعال میشه، سلول های ناقص، سلول های سرطانی، سلول هایی که ایراد دارن، اینا همه در واقع از بین میرن و گرسنگی باعث پاکسازی میشه. از گرسنگی خودتون لذت ببرید، اینجوری نباشه که به محض گرسنه شدید سعی کنید خودتون رو برسونید، نه، یه مقدار گرسنگی بکشید که وقتی غذا میخواین بخورید با اشتها بخورید. و مورد بعد، زمانی که غذا میخورید آداب غذا خوردن رو رعایت بفرمایید، که اون آداب غذا خوردن هم در چنل گذاشتم، میتونید مطالعه بفرمایید و ببینید ویدیوشو. قبل از سیر شدن چند لقمه هنوز اشتها دارید، سعی کنید دست از غذا بکشید و اجازه بدید معده در واقع یه مقداری ظرفیت براش باقی بذارید. به قولی که دوستان ما میگفت که 4 لقمه قبل از ترکیدن، آقای دکتر من دست از غذا میکشم، نه، 4 لقمه قبل از سیر شدن، نه قبل از ترکیدن. این رو اگر رعایت بفرمایید کمک میکنه به معده سالم در طول عمر. چند تا نکته میخوام بگم و چند تا نسخه های ساده برای درمان مشکلات معده. ببینید عزیزان، دوستان، اطباء و کسانی که در حوزه طب سنتی کار میکنن، اینها به محضی که مریض مراجعه میکنه میگن خب عرق نعنا بخور، نمیدونم گرمی بخور برای معده، درسته اینها بخش زیادی از مشکلات معده رو برطرف میکنه، یا خیلی از افراد دچار این مشکل سردی معده هستن، ولی بعضی ها هم از دیدگاه طب سنتی معدهشون گرمه و اتفاقا با گرمی ها نتیجه نمیگیرن و نسخه بارهنگ و عرق نعنا که نسخه معروفی هم هست استفاده میکنن، بدتر میشن. توصیه ما اینه که شما تشخیص با خودتون ببینید، یه زمانی هست میگیم من مثلا ماست میخورم، سردیجات میخورم، خیار میخورم، یا غذاهایی که طبع سردی دارن استفاده میکنم، معدم دچار در واقع مشکل میشه. بله، اینجا معده شما سرد، بایستی خب درمان کنید به ضدش، یعنی گرمی بخورید. یعنی چی؟ یعنی عسل بخورید، خرما بخورید، زیره بخورید. بعد غذا 4 زیره، خصوصا یک داروی بسیار عالی برای ترشی معده هست که ترکیبی از زیره سیاه، زیره سبز، رازیانه و تخم شوید هست. اینا رو میتونید پودر کنید و بعد غذا یه قاشق مرباخوری مصرف بکنید. هر کسی ترشی معده داره این کارو انجام بده، بلافاصله ترش کردنش از بین میره. این برای این مورد بسیار عالی هست. ولی زمانی که شما گرمی معده دارید و با خوردن گرمیجات دچار مشکل میشید، نسخه شما در واقع رب انار یا یک چیز خنک هست که این رو در واقع در طی روز شما مزمزه باید بکنید و
ربع انار رو حتی میتونید با یه مقدار عسل مخلوط بکنید، یا ربع انار تنها رو صبح، ظهر و شب نصف قاشق چایخوری بذارید داخل دهان، آرام آرام اینو میل بکنید. این نسخه بسیار خوب و مجرب هست برای کسانی که حرارت معده دارن، صفرای معدهشون زیاد هست و کسانی که معده های گرمی دارن. عزیزانی که خیلی پرخور هستن، پر اشتها هستن، دنبال لاغری و لاغر شدن شکم هستن، میگن ما چیکار کنیم شکممون لاغر بشه و اشتهامون همیشگی هست، اینها رطوبت معدهشون زیاده. از دیدگاه طب کهن و طب سنتی بلغم معدهشون زیاده و رطوبتشون زیاده. اینها یه کار ساده بکنن، بعد غذا چند تا دونه سنجد مصرف بکنن، 2-3 تا دونه سنجد. زمانی که گرسنه میشن اسید معده ترشح میشه، چند تا دونه سنجد و عناب مصرف کنن. سنجد یا در دست است، یا پودرش یا خود سنجد 2-3 تا دونه کم استفاده بکنن، رطوبت رو میگیره. نخودچی استفاده کنن، نخودچی، اینها رطوبت معده رو به مرور به خودش میگیره و دفع میکنه. نون خشک استفاده بکنن، نون خشک رطوبت معده رو میگیره، یعنی بلغم معده کم میشه. استرس به شرطی نداشته باشن. حتما شنیدید میگه وقتی استرس دارم بیشتر میخورم. چرا؟ چون اسید بیشتر ترشح میشه، رطوبت بالا میره و فرد پر اشتها میشه. و یک نسخه برای کسانی که کاهش اشتها دارن، کسانی که اشتهاشون خیلی کمه، اینها بالعکس دچار در واقع خشکی و حرارت معده هستن از دیدگاه طب سنتی، که دیدگاه طب سنتی یه مقداری در واقع متفاوت هست و خیلی قیاس نباید کرد طب سنتی رو با طب نوین. باید از همشون استفاده بکنیم در جایگاه خودش و همه محترمن. تمام کسانی که در حوزه طب کار میکنن از دیدگاه بنده محترمن، قابل احترامن. چرا؟ چون دارن به انسانیت خدمت میکنن. از دیدگاه طب کهن، زمانی که معده صفراش زیاد میشه و گرم میشه، اشتها کم میشه، این افراد بهتره که غذاهای رطوبتی بیشتر مصرف کنن، مثل کاهو بیشتر استفاده بکنن، مثل یک غذای به نام شیربادام، آب، عسل و 15 تا بادوم، یک قاشق عسل، 15 تا مغز بادوم، یک لیوان آب تو مخلوط کن بریزن. این رو در واقع صبح، ظهر، شب مصرف کنن، خصوصا برای بچه ها در واقع میتونن استفاده بکنن. البته چربی خون یه مقداری میبره بالا، کسانی که چربی خون دارن نباید لیوان بخورن. این اشتها رو خیلی زیاد میکنه و صفرای معده رو باید کم کرد با خنکیجاد، رب انار، با یه مقدار آب غوره، با یه مقدار شربت سرکنگبین کاهو معده رو خنک بکنید، شما میتونید اشتهای خودتون رو افزایش بدید. عزیزان، اطلاعات تکمیلی خودتون رو میتونید از سایت دکتر گرین لایف استفاده بکنید. مقالات علمی میذاریم با زبانهای مختلف، میتونید مطالعه بفرمایید. کامنت های شما خیلی به ما انرژی میده، تشکر میکنیم از شما. و محصولات سالم و ارگانیک رو از مبدأ عمان به کشورهای مختلف دوستان ما ارسال میکنن. شاد و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.